لبنان سرزمینی کوهستانی است که در کرانه شرقی دریای مدیترانه قرار دارد و به عنوان یک کشور خاورمیانه ای از غرب با دریای مدیترانه حدود 225 کیلومتر مرز ساحلی دارد و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با فلسطین اشغالی هم مرز است. بیروت البته از موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک بسیار زیادی برخورداره و از قدرت تاثیرگذاری رسانه‌ای بسیار گسترده‌ای بر جهان عرب برخوردار هست و یکی از جایگاه‌هایی است که فرهنگ و تمدن غربی رو میتوان از اینجا به دیگر کشورهای عربی منتقل کرد، به علت اینکه بخشی از جمعیت این کشور مسیحی است و خصوصا که در بخشی از ساختار حکومتی اون، یعنی بالاترین رأس حکومتی در کشور لبنان مسیحی است، یعنی رئیس جمهور این کشور مسیحی است و کشورهای غربی به همین علت اصرار دارند که تنها کشوری رو که در منطقه خاورمیانه رئیس جمهورش مسیحی است همچنان روی همین ساختار نگه بدن، با اینکه مسلمانان اکثریت مطلق رو در این کشور تشکیل میدند و شیعیان اکثریت نسبی رو در میان جمعیت مسلمان سنی و مسلمان شیعی و مسیحیان دارند، اما این مسئله حفظ این ساختار یعنی در دست قرار گرفتن مسیحیان قطعا مورد اهتمام غرب هست و به لبنان به عنوان یک پایگاه نگاه میکنه. البته در حال حاضر لبنان تبدیل شده به پایگاه ترویج فرهنگ مقاومت و پیروزی حزب الله بر اسرائیل، این رو تبدیل کرده به یک ابزاری بر ضد سیاست‌های غربی و سیاست‌های صهیونیستی. کشور لبنان با مساحتی برابر با 10425 کیلومتر مربع علی‌رغم مساحتی کوچک از نظر فرهنگی و تاریخی دارای جلوه‌های منحصر به فردی است که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند. لبنان علاوه بر موقعیت خاص جغرافیایی و زیبایی طبیعت خود، با داشتن ریشه در تاریخ هزاران ساله‌ای که دارد و وجود آثار باستانی به جای مانده از دوران فنیقی‌ها و سایر آثار باستانی، مؤید این نکته است که این منطقه مورد توجه تمدن‌های بزرگ بشری بوده است. از این رو شاهد تعدد و تنوع آثار باستانی در این کشور می‌باشیم. اکثر شهرهای لبنان آثار و ابنیه‌های تاریخی را در خود جای دادند، مانند معابد جوپیتر، ونوس و آخوس که به جای مانده از قرن اول میلادی هستند که طی مدت 3 قرن بنا شدند. این نیایشگاه‌ها قرن‌ها محل عبادت خدایان امپراتوران رومی بوده که در هلیوپولیس یا شهر خورشید که امروزه به نام بعلبک می‌شناسیم ساخته شدند. آثار و بقایای به جای مانده در منظر اهل معرفت نشانه‌هایی از عبرت‌های تاریخ است که می‌توان در این مکان مشاهده کرد. آیه سیرالعرض هست که میگه در جهان سیر بکنید، بگردید تا جلوه‌های عظمت الهی رو ببینید و همچنین ببینید طوایفی که قبل از شما بودن ما چه بر سرشون آوردیم، زمانی که تخطی کردن و از به شروع طغیانگری و سرکشی کردن و از بندگی خداوند شانه خالی کردن. ببینید که ما اون کاخهایی رو که فکر میکردن تا ابد میتونن در این کاخها زندگی بکنن و از گزند باد و باران و طوفان در امان باشن، ما در یک لحظه این بناها رو ویران کردیم و اون انسانهایی رو که دچار غرور و تکبر شده بودن به خاک سیاه نشوندیم. انسانی که در مقابل اراده خداوند طغیان بکنه و به سرکشی و اسیانگری بپردازه، سرنوشتش همین هست که این همه عظمت و قدرت و در واقع کاخهایی با این عظمت رو که ساخته با خون دل و با رنج و مصائب فراوان، خداوند در یک لحظه که اراده میکنه همه این عظمت با خاک یکسان میشه. این خب جای عبرت داره برای انسان و بشر خاکی که تا زمانی که اراده انسان در واقع به خداوند توکل میکنه و توسل میکنه،
میتونه یک چنین قدرت و عظمتی رو وام بگیره از حضرت حق و در زمانی که احساس میکنه اون خودش هست و خودش داره این کارها رو میکنه و به خودش در واقع مغرور میشه، این غرور باعث میشه که در واقع خداوند عظمت خودش رو نشون بده و قدرت خودش رو نشون بده که ای بشر تو چیزی نیستی مگر اینکه توکل به من داشته باشی. بنابر روایاتی کاروان اسرای کربلا از شهر بعلبک عبور کرده و ماجرای راهب مسیحی نیز در این شهر اتفاق افتاده است. همچنین وجود حرم مطهری که یکی از دختران خردسال حضرت سید الشهدا علیه السلام به نام حضرت خوله را در خود جای داده مؤید این مسئله است. این مکان متبرک امروزه محل زیارت عاشقان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت است و زائران بسیاری را از گوشه کنار لبنان و حتی دیگر کشورها به سوی خود می‌خواند. بارگاه بسیار بزرگی در این شهر برپا شده که بر اساس محوریت قبر شریف حضرت خوفی است. العراق وحلب وحمص وصولا إلى مدينة بعلبك كان قد سبق المسير أنه الوالي في منطقة بعلبك اتصل به والي حلب وقال له أن يستقبل السبايا والوفد الذي قدم إلى مدينة بعلبك وقد أوهم الناس في ذلك الوقت بأن من في مسيرة السبي هم الخوارج ومن الروم ومن الديلم، لذلك عندما جاءوا إلى هذه المدينة استقبلوهم بالطبل والذمر، وبعد مدة يوم ونصف يوم قد اتضح للناس بأنه السبايا هم من نسل أهل البيت وهم أهل البيت عليهم السلام، مما جعل هناك مشكلة مع قيادة السبي وبين أهل المدينة، مما اضطر مسيرة السبي الخروج من مدينة بعلبك. لكن في اليوم الثاني توفيت خولة عليها السلام وقد وقعت في بساتين بعلبك ودفنها الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه المدينة في المكان الذي وقعت فيه، وكان هذا المقام يأتيه الشارد والوارد من محبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وممن يوالي أهل البيت عليهم السلام، فكان هذا المقام هو مزار لكل المحبين من الشيعة والسنة وحتى المسيحيين، ويأتوه السياح من أجل الاطلاع على هذا المعلم السياحي الديني. به نظر میرسد نسب شیعیان در لبنان به قبیله عامله در جنوب این کشور باز می‌گردد. به همین علت ناحیه کوهستانی در جنوب که از شهرهای سور تا سیدا گسترش یافته به جبل عامل شهرت یافته است. علمای شیعه جبل عامل تأسیس جامعه شیعی در این منطقه را به ابوذر غفاری صحابی جلیل القدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از نخستین حامیان خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین
علی علیه السلام بوده نسبت می‌دهند. مشهور است که ابوذر ابتدا به دستور خلیفه سوم از مدینه به دمشق و از آنجا توسط معاویه والی شام. لبنان یکی از مهمترین کانون‌های تشیع در منطقه خاورمیانه است و یکی از کانون‌هایی است که شاید از لحاظ قدمت به صدر اسلام برمیگرده. لبنان با تبعید صحابی جلیل ابوذر غفاری به این سرزمین با تشیع آشنا شد و از اون زمان تشیع در لبنان بدون انقطاع حضور داشته و اینها همه نشون میده که لبنان همواره با تشیع آشنا بوده، با فرهنگ تشیع زندگی کرده و در گسترش فرهنگ تشیع در جهان نقش بسیار مهمی
بدون تردید با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اصولی که حضرت امام خمینی مورد تأکید قرار دادن در بدو پیروزی انقلاب و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ما شاهد شکلگیری جنبش مقاومت اسلامی در صحنه لبنان و همینطور در صحنه فلسطین بودیم. در صحنه لبنان به صورت خاص جنبش های مقاومت و در رأس اونها حزب الله فعالیت های گسترده ضد صهیونیستی را آغاز کرد و موفق شد با استمرار عملیات های شهادت طلبانه خودش بر علیه اشغالگران صهیونیستی بخش عمده اراضی اشغالی لبنان رو آزاد بکنه. راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است. با انتخاب سید عباس موسوی به دبیر کلی حزب الله در لبنان، خط مبارزه و مقاومت اسلامی تقویت و تداوم بخشیده شد. در چنین شرایطی سید عباس موسوی و شیخ راغب حرب با جمعی از افراد مؤمن و شجاع در دیدار با امام خمینی رحمت الله علیه، از بیانات ایشان مبنی بر استمرار خط مبارزه و مقاومت تا نابودی رژیم ضد بشری صهیونیستی بهره‌مند شده و آن رهبر بزرگ آنان را به تداوم مبارزه مکلف نمودند. اسلام را دریابید ای مسلمان های جهان، ای اشخاصی که از همه کشورها، از بسیاری از کشورها به ایران آمده اید. ابرقدرت ها با اسلام مخالفند، ابرقدرت ها اسلام را نمیخواهند باشد، برای اینکه مشاهده میکنند که در زیر پرچم اسلام اگر 1 میلیارد جمعیت مجتمع بشند، برای آنها در دنیا زندگی کردن دیگه مشکل می شود. شیخ راغب حرب و سید عباس موسوی آنچنان مطیع ولایت بودند تا جایی که جان خود را بر سر پیمان خیش نهاده و در مسیر مبارزه به فیض عظمای شهادت نائل شدند. حزب الله لبنان با ندای لبیک یا حسین و با تأسی از قیام عاشورا شکل گرفت و توانست یک سازمان گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مقاومتی ایجاد و در مسیر مبارزه مردم لبنان را با خود همراه کند. درسی که حزب الله از قیام عاشورا گرفته است، سرمایه بزرگی است که در راه تداوم مبارزه با ظالمین برای خود اندوخته است. همان گونه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام با همه وجود خود به جنگ با ستمگران برخاست، مجاهدان لبنانی نیز با شعار هیهات من نزل له سالار شهیدان کربلا به مقابله با اسرائیل قاصد پرداختند. شیعیان لبنان با اتکا به فرهنگ عاشورا و با ایمان به آن که در مکتب کربلا شکست وجود ندارد، بلکه همواره خون است که بر شمشیر پیروز می شود، همچنان در راه دفاع از مظلومان پایدار ایستاده است. Thank you.